اما میدونیم خانواده ای هست الان، خانواده آقای امینی، امروز در عزا هست، در رنج هست. ما دور از اون سرزمین هستیم اما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. مارتین لوتر کینگ که کشیشی بود، هم دکترا الهیات داشت و تبعیض نژادی و آپارتاید رو مبارزه کرد در سرزمین آمریکا و به نتیجه رسید، اعلام میکنه انسان زمانی میمیره که براش دیگه بی‌عدالتی و بی‌انصافی و بد بودن موقعیت‌ها تفاوتی نداره. میگه انسان‌ها از اون زمان مردن، ولی ما زنده هستیم با فیض خداوند. این غیرت رو باید داشته باشیم، مسئولیتمون رو بپذیریم در این قسمت. لطفا لحظه‌ای بایستیم با هم دیگه. خیلی موضوعات مختلف روی فیسبوک، اینستاگرام می نویسن. یکی می نویسه اگه دختر من بود وای چی می شد، یکی میگه خواهر من بود اگه چی می شد. ولی من می دونم که ماها که مسیح ایمان آوردیم دل خدا رو داریم. آمین. من ایمان دارم خدا جلوتر از پدر و مادر مهسا اشک ریخته، چون خداوند من و تو رو فرستاده قبل از اینکه مهساها به دست نظام اسلامی کشته بشن، قبل از اینکه ایرانی ها بیشتر از این هلاک بشن، من و تو خبر خوش نجات رو به گوش اونها برسیم. من 80% از دوستام اعدام شدن، 80% از دوستای من قرص سیانور خوردن، مردن به خاطر این جمهوری اسلامی. فقط مهسا نیست، هزاران ایرانی متاسفانه جان خودشون رو دادن. وای بر ما اگر به عنوان فرزند خدا بی تفاوت باشیم. این سیاسی بودن نیست، این یعنی غیرت در مسیح، غیرت برای سرزمین عزیز ما ایران که خداوند این سرزمین رو به ما داده. با هم لحظه دعا کنیم و هر کسی در قلبش از خدا بخواد که خداوند این تو باشی که قلب ما رو در مسیر اراده خودت قوی کن، محکم کن. خداوند حرف نمیخوایم بزنیم، عملا میخوایم خداوندا مفید باشیم برای ملکوت تو و برای مردم عزیزمون ایران. هاللویا، هاللویا. ای پدر عزیزم، شکرگزار هستیم ای خداوند. قبل از اینکه ما این روزها رو ببینیم، در انجیل متی باب 24 تو این روزها رو اعلام کردی که در روزهای آخر محبت میره، در روزهای آخر ویروس ها میاد، در روزهای آخر دشمنی ها بر علیه فرزندان تو میشه، بر علیه کلیسای تو میشه. آنانی که قلبشون ای خدا مانند ایرانیان به تو میل به تو رو دارن ای خدا، تو رو دوست دارن، هرچند تو رو نمیشناسن همه، اما تو رو دوست دارن، عاشق تو هستن. اما اینک شاهد بر این هستیم قدرت تاریکی اسلام در سرزمین عزیز ما خداوند همچون بختکی هست. از تو میخوام در نام عیسی مسیح، ای پدر عزیزم، باران روح مقدست رو در سرزمین عزیز ما جاری کنه خداوند و بشوره خدای قدوس هر بی ایمانی رو در دل ایرانیان، هر ریاکاری رو در دل ایرانیان خداوند، هر فریب رو بشوره خداوند، هر خرافه و جهل رو بشوره خداوند، هر مرده پرستی و بت پرستی رو بشور از ایرانیان خداوند و تو پادشاه قلب اونها باشی، نه مرده های خداوند، نه پای پیاده برهنه تا عراق برنه خداوندا که مرده پرستی و بت پرستی بکنن، بلکه خدایا تو رو بشناسن و نام تو رو جلال بدن. ای پدر عزیزم، اینک از تو میخوام در نام پر جلال مسیح حقیقت خودت رو بر ایرانیان آشکار کن. تسلی تو ای خداوند بر دل پدر و مادر مهسا، خانواده مهسا باشه، همچنین دیگرانی که ای خداوندا در این روزها جانشون رو دادن و چه بسا که بازم بدن. از تو میخوام خداوند قلب ایرانی ها رو تو روشن کن تا حقیقت رو بفهمن، درک درست نسبت به اسلام داشته باشن ای خداوند، و درک درست نسبت به محبت و حقیقت تو داشته باشن. پدر جان، آنچه که در این سرزمین شروع کردی مطابق فیضت ای خداوند به ثبت برسون تا محبت و عشق تو و کلام حقیقی تو حاکم بر سرزمین عزیز ما ایران باشه و تو باشی که ای خدا مطابق فیض تأخیر نکنی ای پدر جان، و
و این نظام اسلامی رو تو سرنگون کنی در نام پرجلال مسیح. آمین 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 که با ایمان بگی.